سلام میکنم به شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید. امیدوارم خوب و سلامت باشید. سیما بهاری هستم و همراه با همکار تازمون محمود پاکدل در خدمتون هستیم از برنامه گفتگو. حتما شما هم این خبر رو دنبال کردید و میدونید که اخیراً در یکی از شهرهای عربستان سعودی، جده، گفته میشه که دو نفر از زائران ایرانی مورد تعرض جنسی قرار گرفتن. اینکه صحت و سقمش چقدر هست و ماجرا از چه قراره، اجازه بدید خیلی صحبت نکنم، بریم سراغ مهمون برنامه‌مون محسن ابراهیمی تا در این زمینه با ایشون گفتگو بکنیم. محسن ابراهیمی، سلام میکنم به شما، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگو. منم سلام عرض میکنم به شما و به همکار جدیدتون و به بینندگان گرامی. خیلی متشکرم. خب در رابطه با این تبلیغاتی که شده یا بالاخره خبری که پخش شده، حقیقتش اینه که انقدر هر دو طرف دروغ میگن و انقدر شایعه میسازن و انقدر تبلیغات اینجوری میکنن که آدم باور نمیکنه. اولا بگیم که چقدر این خبر موثقه. به نظر من خبری که در اتفاقی که در جده در جریان حج عمره بیفته و منابع خبرگزاری هم ایران، جمهوری اسلامی ایران و عربستان باشه، میشه از پیش گفت که این منابع معتبر نیستند. در نتیجه خود اون خبر رو یه نهاد معتبر، یه نهادی که بر اساس موازین داوری و قضاوت و تحقیق مدرن کار انجام میده، معلوم بکنه چه اتفاقی افتاده. در نتیجه صحبتی که ندارن میکنن هیچ معلوم نیست مبنای خبرش به طور دقیق چیه و به این معنا من فرض میکنم که خبر حالا به عنوان یه اتهام، الان این مهمه که به عنوان خبر این رو تبدیل کردن به یه واقعیت تبلیغاتی بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی و این جنبه به نظر من جنبه ای هست که باید بهش توجه کرد. به طور ساده میشه به اخبار این چنینی به عنوان یه واقعی نگاه کرد که به از طرف مراجع قضایی، گفتم مدرن و بر اساس موازین قانونی انسانی بهش توجه شه و روشنه که نه عربستان سعودی و نه جمهوری اسلامی در چنین موقعیتی نیستن. اما یه نکته‌ای که هستش که خب فرض میکنیم که موثق باشه این مسئله، جمهوری اسلامی بالاخره شروع کرده به دعوا کردن با عربستان سعودی و به اصطلاح داره از حق شهروندانش دفاع میکنه. آیا اگه این مسئله موثق باشه، حق نداره جمهوری اسلامی که دفاع بکنه از حق شهرونداش و با قاطعیت مقابل این مسئله وایسه؟ حکومتی که در طول 35 سال به طور دائم سازمان یافته، سیستماتیک شهروندان خودش رو زیر پا له کرده، حکومتی که رسما و قانونا در سیستم قضایی و قانونیش نصف جمعیت اون جامعه انسان محسوب نمیشن، به طور دائم زیر تبعیضن، حکومتی که به قول خودشون میلیون ها جوان در اون حکومت به دلیل وضعیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی که تو اون جامعه تحمیل کردن، به دلیل شرایط ناامیدانه که به جوانا تحمیل کردن، به خاطر وضعیت وخیم اقتصادی آیندگی مجبور شدن به اعتیاد تن بدن و دارن پرپر میشن، حکومتی که همین الان در طول همین یه ماه گذشته 50 نفر رو در زندانها قتل عام کرده، حکومتی که در پروندهش زیر بغلش قتل عام هزاران زندانی سیاسی در موقعی که داشت خودش رو جای پای خودش رو محکم میکرد الان وجود داره. میخوام بگم حکومتی که در چارچوب جغرافیای سیاسی خودش شهروند معنا نداره، به طور دائم حقوقش له میشه، این حکومت در موقعیتی نیست که از به اصطلاح حقوق شهروندی جوونا یا به اصطلاح شهروندان خودش در جهان دفاع کنه. میخوام بگم در چنین موقعیتی نیست. معلومه هر دولتی که منتخب مردمه، هر دولتی که در قبال مردم مسئولیت داره، هر اتفاقی که برای شهروندش در هر کجای دنیا رخ میده مسئول در قبالش، باید از حقوق اون شهروند دفاع کنه. این خیلی روشنه. البته من اینجا بگم که حقوق اون شهروند نه به عنوان دو نوجوان ایرانی، نه به عنوان مثلا
ایرانی به طور کلی. دو شهروند باید دفاع کنه. اینجا یه مثال بزنم این حرفم روشن شه. اگه مثلا اگه این دو نوجوان افغانی الاصل مقیم ایران بودن، آیا حکومت اون مملکت هنوزم باید از حقوقشون دفاع میکرد؟ به عنوان ایرانی اگه میخواد دفاع کنه باید نباید دفاع میکرد. حکومت به عنوان شهروند باید دفاع کنه، دولت. ولی جمهوری اسلامی حقوق شهروندی میلیون ها انسان رو در ایران منظم سازمانات زیر پا گذاشته و در چنین پوزیشنی نیست. دیگه ای که مطرح شده توی این میون اینه که ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی از زوایای مختلف این مسئله رو محکوم کرده. یکی از این جنبه که میگه غیر اسلامیه و یکی غیر قانونیه. در این مورد چی میشه گفت؟ این ستاد حقوق بشر قوه قضاییه یه موجود خیلی جالبیه، یه موجود عجیبیه واقعا. سیستم قضایی جمهوری اسلامی یکی از اون سیستم هایی است که در مقایسه با تمام سیستم های قضایی جهان تو ته صفحه از نقطه نظر پایمال کردن حقوق انسان ها، از نقطه نظر اینکه موازین و قوانینی که بر اساس اون داره قضاوت میکنه قبیله‌ای، عهد بوقی، عهد عتیقی، و جدا از اینکه این موازینش مال دوران گذشته است به اصطلاح شریعت اسلام، جدا از این کسانی که در اون بالا به عنوان دادستان، حاکم شهر، قاضی دارن کار انجام میدن، تماما بر اساس منافع سیاسی، منافع امنیتی خودشون دست دست انسان‌ها رو قربانی کنن میکنن. این سیستم قضایی جمهوری اسلامی که در رأسش یه کسی به نام لاریجانی، من اسمش هم دقیقا یادم نیست، کوچکش لاریجانی قرار داره، و برادر دیگه لاریجانی هم که میدونیم قوه مقننه رو اداره میکنه، و برادر دیگرش الان در رأس این ستادیه که شما دارین صحبت میکنین، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، حقوق بشر به اصطلاح قوه قضاییه. این ستاد کارش، وظیفه اصلیش، اون چیزی که به عهدشه، نه قانونا رسما، اون چیزی که ما میدونیم روشنه و تا الان هم دیدیم، این است که کوزه خونین حکومت اسلامی و آیت الله ها رو در دنیا پاک کنه و به مردم جهان به عنوان یه کوزه به اصطلاح پاک شده نشون بده. این کارش به اصطلاح تطهیر جنایات حکومت اسلامیه. اسمش رو گذاشتن ستاد به اصطلاح حقوق بشر. و تا اونجایی که به سوالتون مربوطه، گویا غیر اسلامیه و غیر قانونیه. غیر اسلامیه، اولین سوال اینه که مگر در اسلام تعرض جنسی به آدمها ممنوعه؟ مگر در قوانین شرع و در سنت به اصطلاح اسلامی تعرض جنسی به زنان رسما آگاهانه و عملا اونجایی که حکومت هم در دست دارن که داریم میبینیم عملی نمیشه؟ مگر داعش به عنوان یکی از نمونه‌های خیلی روشن اسلامیونی که توی گوشه دنیا اوضاع رو دستشون گرفتن، بردگی جنسی رو امروز در مقابل جهان، در مقابل تحیر جهان واقعا نشون نمیده؟ مگر خود حکومت اسلامی در آغاز دوره به اصطلاح تثبیت حکومتش به فرمان خمینی، به فرمان کسی که ولی فقیه بود، به فرمان رهبر معنوی و مذهبی خودشون رسما به زندانیان، به اسرا در زندان تجاوز نکردن تا به قول خودشون باکره نمونن و به بهش نرن؟ میخوام بگم غیر اسلامیه. اسلام که تا مخصوصا اونجایی که دست قدرت به اصطلاح در دستشه، هر جایی قدرت داشته تجاوز و تعرض جنسی، شکنجه اصلا، تعرض جنسی به عنوان شکنجه در خود همین حکومت، در زیر رهبری همین آیت الله ها و همین برادر همین فردی که رئیس ستاد قوه قضاییه است، کهرزک ها رو راه انداختن. همون کسی که کهرزک راه انداخت، دادستان خونین جمهوری اسلامی، الان داره میچرخه برای خودش. کسانی که خودشون چنین پرونده‌ای دارن نمیتونن در رابطه با اینکه این گویا غیر اسلامیه حرف بزنن. میخوام بگم این روشن. غیر قانونیش هم به نظر من همین توضیحه. غیر قانونی در جمهوری اسلامی بر اساس قوانین به اصطلاح مستند بر فتوای آیت الله خمینی در زندان تجاوز کردن. در جمهوری اسلامی در کهریزک تجاوز رو به عنوان شکنجه و به عنوان اعترافگیری، به عنوان مقابله با اعتراض مردم ازش استفاده کردن. در نتیجه بازم میخوام تاکید کنم حکومت اسلامی خودش سرمنشه تجاوز جنسی طبق قوانین خودشون، طبق سنت های اسلامی خودشون، و اینجا هم بحثشون کاملا مربوطه، روشنه که نامربوطه.
خب فکر میکنید که پشت این جنگ و دعوایی که الان دارن میکنن، چه از طرف جمهوری اسلامی چه از طرف عربستان، شاخشونه برای همدیگه میکشن و خلاصه تمون قانونی قانونی و غیر اسلامی و غیر قانونی و غیر مطرح میکنن، فکر میکنید اهداف دیگه ای خوابیده؟ فکر میکنید که دارن رد گم میکنن یا به هر حال جنگ دیگه ای هست؟ به نظر من خیلی روشنه، خیلی روشنه. شاید بشه گفت که در دورهای قبلی هم 100% تو جده از این اتفاقات افتاده، کلن در کشورهای اسلامی جایی که دست اسلام در حکومت از این اتفاقات میفته، حکومت‌های فاسد کارشون همینه، ولی به طور روشن دارن ردگم میکنن. به نظر من به چند نکته اینجا میشه اشاره کرد. همه الان میدونن که جمهوری اسلامی داره پای توافقی میره که تا الان بالاخره تحت نام تفاهم لوزان اینو امضا کردن. خب همه میدونن، مثل روز روشن، الان من نمیخوام وقت بینندگان رو بگیرم، با کمی دقت اینو میشه کاملا فهمید که جمهوری اسلامی در این تفاهم لوزان به طور کامل شکست خورده. غرب تونسته خواسته هاشو بر جمهوری اسلامی تحمیل کنه و به یه معنا حکومت اسلامی از اون آرزوها و آمالهای مالی خولیایی خودش در رابطه با تصرف جهان با پرچم اسلام و برافراشتن پرچم اسلام در واشنگتن، از این عقب که نه تنها عقب نشسته بلکه کاملا معلوم شده که اینا چرک بودن، اینا پوچ بودن. خب همه اینو میدونن. جمهوری اسلامی در چنین وضعیتی میدونه در داخل ایران با مسائل جدی مواجه خواهد شد. این حکومتی که سالها و سالها به نام به اصطلاح امپریالیسم آمریکا، به نام غرب، به نام تجاوز غرب، به نام تحریم اقتصادی مردم رو در فلاکت اقتصادی نگه داشته و سرکوبشون کرده، الان تمام این بهانه از دستش رفته، الان فرجه برای مردم فراهمتر شده تا بیان خواستهاشو بذارن در مقابل حکومت اسلامی و به خواستهاشون برسن، فشار بیارن. جمهوری اسلامی اینو کاملا میدونه، میدونه فضای داخل ایران میتونه به سرعت با تشنجات سیاسی، با تکونهای سیاسی جدی مواجه شه و اینجا از هر امکانی استفاده میکنه تا این اوضاع رو یه جوری منحرف کنه. اعدامهای اخیر در زندان یکی از ابزاراشه، تحت نام مواد مخدر داره اعدام میکنه، یکی از ابزاراشه. در حقیقت از این طریق میخواد به مردم بگه که من همچنان هستم، همچنان میتونم بکشم. این تبلیغات مربوط به دو نوجوان ایرانی، به اصطلاح دفاع از نوجوان ایرانی و انگوش گذاشتن به قول خودشون به غیرت ملی و ناموسی و شیعی مردم، به قول خودشون، حالا این تلاش رو میکنن، به نظر من این تلاش اساسا در میقاس عظیم جامعه پوچه. این تلاش هم به نظر من یه جوری انحراف توجه مردم به یه عرق ملی، یا سعی میکنن عرق ملی رو یه جوری تحریک بکنن و از مسائل داخلی مردم رو منحرف کنن. این یه جنبشه. یه جنبش هم مهمه بگم، جمهوری اسلامی با عربستان سعودی در یمن الان وارد یه جنگ نیابتی شده. جمهوری اسلامی میدونه که غرب پشت عربستان رفته و یه ائتلافی رو علیهش دارن شکل میدن، خیلی روشنه، و تلاش میکنه در یمن از طریق کمک به حوثی ها و اینا خودش جای پای خودش رو محکم کنه. اینجا هم تقابل حکومت اسلامی با عربستان سعودی بیشتر سیاسیه و اینجا این جنگ تبلیغاتی هم یه جوری تقریبا تلاش میکنه حکومت اسلامی عربستان سعودی رو در جهان بی آبرو کنه و خودش رو در مقابلش به عنوان دولتی که گویا طرفدار حقوق بشر، حقوق نوجوانان ایرانی، حقوق کل مردم ایرانی تلقی کنه. میخوام بگم در این تقابل حکومت اسلامی با عربستان در منطقه، این یکی از جنگ‌های تبلیغاتی به نظر من مسخره‌ایه که حکومت اسلامی می‌خواد استفاده سیاسی ازش بکنه. خب یه مسئله دیگه‌ای که توی این میون جمهوری اسلامی سعی می‌کنه ازش استفاده کنه، به نوعی شما توی صحبتاتون اشاره کردید، مسئله عظمت طلبی ایرانی یا از موضع ضد عرب، مسئله ناسیونالیسم و دامن زدن، یه جوری ضد عرب موضع گرفتن. بالاخره از این فضا خود جمهوری اسلامی هم میخواد استفاده بکنه و این فضا رو به اصطلاح دامن بزنه یا عمیق‌تر و غلیظ‌ترش بکنه، یعنی به طرف این به اصطلاح اگر که میخواد حمله بکنه به عربا داره حمله میکنه. در این مورد چی میشه گفت؟ به خصوص به نظرم این مسئله مهمه که چجوری میشه
جامعه رو یه جوری مسون نگه داشت از این مسئله؟ چه جوری میشه که این سم و خونسا کرد توی ایران بین مردم، اگه هست؟ بله، ببینید اینجا این اتفاقی که افتاده و واکنش ناسیونالیسم ایرانی در کنار به اصطلاح جریان شیعی حاکم و یه جوری کنارم در آغوشم افتادن، با هم متحد شدن سر این ماجرا، یه چیز رو به نظر من نشون میده که ناسیونالیسم به اندازه جنبش اسلامی، به اندازه اسلام سیاسی ارتجایی عقب مونده هست و کوچکترین ربطی به حقوق انسان، حتی حقوق بشر به طور کلی نداره. وقتی شما تظاهرات مقابل سفارت عربستان در تهران رو نگاه میکنین، شعارهایی که اونجا داده میشد یا پلاکاردهایی که برداشته بودن، یه عده شعار ای ایران ای مرز پرگوهر رو میخوندن با پرچم ایران، یه عده هم بغل دستشون هیدر هیدر میگفتن، مرگ بر آل سعود میگفتن، یه عده هم پلاکاردی برداشته بودن که روش یه ملخی هست و خطاب به مردم عرب زبان میگفتن این طعام شماست. یعنی کاملا میشد که، البته اینم جای خوشحالیه که در مقابل سفارت عربستان، علارغم این حکومت اسلامی دوست داشت مردم در مقیاس بسی بیان خیابونا و عرق ملی رو به اصطلاح نشون بدن، عرق ملی و شیعی نشون بدن و این حکومت به مردم دنیا بگه که ببینید مردم جهان، ببینید مردم با ما، مردم در مقیاس میلیونی با حکومت اسلامی. این اتفاق نیفتاد. صدها نفر به قول خودشون در مقابل سفارت عربستان جمع شدن، ولی این صدها نفر شعارهایی که داشتن میدادن، حرفهایی داشتن که داشتن میدادن و بخشن سران حکومت اسلامی هم سعی میکنن دامن بزنن، ضد عرب، اساسا ضد عربه. خب این بحث خیلی مهمیه، ضد عربه. دارن میگن عرب ها ملک خورن، عرب ها سوسمار خورن، عرب ها عقب موندن، عرب ها در مقابل، عرب ها به ناموس، اینم میگن، این تو بحث ها رو وقتی دقت میکنی، عرب ها به ناموس ایرانی، ناموس شیعه ما تجاوز کردن، عرب ها. این خیلی مهمه. چرا حکومت اسلامی علاقه داره؟ چرا این محافل تبلیغاتی یا استراتژیست ها یا اون منابع فکری که دارن نقشه میکشن عرق ملی رو تو جامعه بیدار کنن، عرق شیعی رو، ملی رو و کنار هم بذارن اینا رو، چرا این کار رو میخوان بکنن؟ اولین روشنه که دلیلش این هست که بذارین اینجا یه چیزی بگم به عنوان دلیل. عصر ایران، روزنامه عصر ایران یه پاراگرافی داشت که گفته بود جان کلام اینه که این اتفاق عرق شیعی و ملی رو بیدار میکنه و اختلافات سیاسی رو اون زیر پنهان میکنه. به نظر من کاملا درسته، یعنی از نقطه نظر هدف اینا کاملا درسته. اینا میخوان با بیدار کردن عرق شیعی و ملی، جامعه ایران رو به عنوان یه جامعه یک پارچه در مقابل عرب ها، عرب زبان ها، سعی کنن تحریک کنن و این جامعه ایرانی که الان داره در تنش جدی با حکومت اسلامیه و اعتراضات ماهای گذشته اینو نشون داده، اعتصابات معلمان همین الان داره نشون میده، اعتراضات وسیع ماهای گذشته، این شکاف سیاسی رو تحت شعاع قرار بدن. این تلاش رو دارن میکنن به نظر من با به اصطلاح برجسته کردن به تحریک عرق ملی جوونا، که اون جوونایی که حکومت اسلامی به نابودی کشونده زندگیشونو، اون جوانایی که متنفرن از این حکومت، اون جوانایی که یک بار در سال 88 نشون دادن که به طور واقعی آماده بالاترین فداکاری هستن که از دست این تبهکارا رهاشن، اون جوانا رو در مقابل یه دشمن دیگه به اصطلاح بسیج کنن و دشمنی واقعی رو سعی کنن اونا فراموش کنن. ولی این اتفاق نیفتاد، این اتفاق به آسونی نمیفته. من فقط اینجا یه جمله میخوام، وقتمون داره کم میشه، یه جمله میخوام مطرح کنم که همین ناسیونالیستای ایرانی یه موسیقی رو، یه ویدیو کلیپی رو به عنوان عرب کش الان دارن دادن یوتیوب و اینا، همه دارن میبینن. جالبه وقتی این ویدیو رو داری نشون میده، واقعا منزجر کننده است، واقعا نشون میده که چقدر ناسیونالیسم ایرانی خطرناکه، مضر برای رفاه و سعادت و امنیت بشر چقدر مضره. در این ویدیو کلیپ وقتی میخونه از ایران و از نمیدونم سلیمان قاسمیانی که در رئیس سازمان ترور خارج کشور جمهوری اسلامی داره اینجا صحبت میکنه، اینا رو به اصطلاح ازشون حمایت میکنه، شکوهمند جلوه میده و آخرش هم میگه ما عرب ها رو باید در پای
تخت جمشید در کنار مقبره کوروش باید گردن بزنیم؟ آیا ما از اینجا نتیجه نمیگیریم که ناسیونالیسم ایرانی واقعا اگه قدرت داشته باشه، اگه وقتی حرف دلش رو میزنه با داعش فرق نمیکنه؟ داعش هم یزیدی ها رو در کنار مقبره صدام داره گردن میزنه. ناسیونالیسم ایرانی هم دقیقا این ویدیو کلیپ مضمون ارتجایی به نظر من آدم کشانه ناسیونالیسم ایرانی رو نشون میده. عرب ها رو گردن میزنیم در کنار قبر کوروش. کدوم عرب ها رو؟ صحبت بر سر شیوخ عربستان سعودی نیست که اونجا حاکمن. عرب ها رو، یعنی وقتی به عرب، من میخوام اینجا اینم اضافه کنم، عرب ها همون جامعه مصر یکی از مصداقاشه که در میدون تحریر یکی از عالی ترین باشکوه ترین روابط انسانی رو، مخصوصا اینجا میخوام اشاره کنم در رابطه با تعرض جنسی به زنان که تو مصر هم اونایی که فرهنگ و سنت بالاخره عقب مونده دارن معمولا به زنان تعرض میکنن، در اون میدون تحریر نشون دادن که به عنوان یکی از لحظات باشکوه کسی به زن نمیتونست تعرض کنه و زنان خودشون میگفتن که یکی از آزادترین، یکی از راحتترین، یکی از امترین مقاطع زندگی خودشون رو در میدون تحریر گذروندن. ناسیونالیسم ایرانی باید شرم کنه به این آدما که عرب زبانن اینجوری داره باهاشون حرف میزنه. خب یکی از، شاید بگم یکی از جنبه های دیگهی که میشه بهش نگاه کرد بعد از این قضیه، پشت هم جوکای علیه حج رفتن، علیه آخوندا، علیه اینکه خب معمولا کار این آخوندا و کار این مذهبی ها و کار این نمیدونم حجاجی که میرن و میان همینه، تجاوز میکنن به کودک، تجاوز میکنن. این بود یه جوری میخوام بگم که حالا سران جمهوری اسلامی میگن که جنبه نمیدونم شیعه و فلان و اینا رو برجسته میکنه، آدم ها رو نمیدونم کنار هم قرار میده. عکسش رو میبینید توی فیسبوک پر از این جوکا و دست انداختنا و غیره هست. نمیشه گفت که خب بالاخره اینم یه جنبه مثبتش بود از این استقبال کرد، ضمن اینکه بکوبیم به مسئله ناسیونالیسم ضد ایرانی، ضد عرب و این نکاتی رو که گفتید رو برجسته بکنی، حرف بزنی در موردش، از این جنبه هم استفاده بکنی، بگی خب یه جنبه ضد مذهبی داشت، ضد اسلامی داشت، تمسخر مذهب بود، تمسخر اسلام بود. نمیشه اینجوری گفت؟ 100% اینجوریه. به نظر من این اتفاق که جمهوری اسلامی تلاش کرد با تعرض جنسی، گاهن حتی از تجاوز جنسی حرف میزنن، به این معنا برجسته کنه و در اصل اهداف سیاسی خودش رو دنبال کنه، یکی از بهترین مصداقهای توف سربالاست. حکومت اسلامی میخواست توف کنه به طرف مقابل، این توف برگشت به صورت خودش، به یمن نسل جوون آگاه متنفر از اسلام و حکومت اسلامی، به یمن اینا. تمام این جوک معمولا، جوکا معمولا در جامعه ایران مخصوصا که سعی میکنن دهنها رو ببندن، زبانها رو ببرن و روزنامه نشریه امکانات رسمی رو بالاخره از مردم محروم میکنن، جوک ها یکی از مهمترین کانال های سیاسی، اجتماعی و تعرض روانی حتی میشه گفت بهتر بگم به حکومت اسلامیه. و اینجا هم خوشبختانه آنچنان که انتظار میرفت نسل جوان مخصوصا یا مردم ایران به طور کلی از این اتفاق استفاده کرد و این توفو برگردون به صورت خامنه ای و کلن حکومت اسلامی و آیت الله های حاکم در ایران. خیلی متشکرم از شما محسن ابراهیمی، ممنون از اینکه دعوتمون رو پذیرفتید و براتون آرزوی موفقیت میکنم. منم خیلی متشکرم. بله بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو شنیدید با محسن ابراهیمی در رابطه با حالا اتهام یا خبری که پخش شد در رابطه با تعرض جنسی به دو نوجوان ایرانی در جده. امیدوارم که موضوع مورد صحبتمون توجه شما عزیزان رو به خودش جلب کرده باشه. حتما با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو با ما در میان بذارید. من سیما بهاری با همکارم محمود پاکدل برای شما آرزوی ساعات و لحظه‌های خوبی داریم.